همگی به خیر، از خواب بیدار شدیم. امروز تصمیم گرفتیم که با هم دیگه بریم سفر، از همه دنیا بی خبر. فردا با هم میریم سفر، از همه دنیا بی خبر. خونه رزرو کردیم توی شهرهای اطراف اشتوتگارت. حالا میریم اونجا، تورا براتون میگم کجا داریم میریم، چه کارها میخواییم بکنیم، چقدر قراره بهمون خوش بگذره. با ما همراه باشی. الان هم میریم تو اتاق ببینیم سحر داره چه کار میکنه. من اینو تو دوست دارم. چمدون بستن و تو دوست دارم. سلام و سلام. صبح بخیر. خوبی؟ چمدون بستم. عزیزم وایسا نمیدونم چیه اینا؟ پتوه؟ پتو برقیه و یه ملافه. یکی دیگه چیزی دیگه توی جانه میشه. ما چمدون بستناتو دوست دارم ولی نه به این شکل. چشم بسته نگاتو دوست دارم، بی هوا دل ببر که قبل سفر. چمدون بستناتو دوست دارم. آره و یه اینه دیگه هم میارم بابا. دو روز میخوایم بریم بس. نگاه چقدر چمدون برقیه. این برقیه باستامون و این برقیه ملافه. خواستم براتون یه چیزی توضیح بدم که تو جاده‌های آلمان یه تابلوهایی هست مثل همون تابلوهایی که نوشته داخلش چقدر میتونیم سرعت بریم، فقط فرقش اینه که توش هیچ عددی نیست، سه تا خط مورب خاکستری رنگ که نشون دهنده اینه که تو هر چقدر سرعت دلت خواست میتونی بری، یعنی 200 تا میتونی بری، 260 تا، 300 تا، هر چقدر ماشینت میتونی با حرکت کنی میتونی همونقدر گاز بدی. ولی خب در کنارش هم جاهایی هست که مثلا با 100 تا 120 تا بری اگر که سرعتت غیر مجاز باشه، جریمه هایی هست که فکر نکنم هیچ جای دنیا همش جریمه هایی وجود داشته باشه، ممکنه حتی گواهینامه‌ت هم ازت بگیرن. الان ما تو یکی از همون جاده ها هستیم که هر چقدر دلمون میخواد میتونیم سرعت بریم، ولی خب انقدر شلوغ جاده که طبیعتا بیشتر از 120 تا فعلا نمیشه رانندگی کرد، ولی خب اگه خلوت بشه دوست دارم که یه خورده تندتر برم. من یه عادت بدی که دارم، یعنی یه ذره رانندگی میکنم، چه رانندگی میکنم چه اصلا رانندگی نمیکنم، کنار کسی میشینم، تو ماشین که میشینم خوابم میگیره دیگه. حالا رانندگی که بکنی دیگه بدتر. همون چقدر مثلا کل راه ما 2 ساعته، من 1 ساعت رانندگی کردم انگار مثلا رانتریلی هم خوام گرفته زدم که نور چورت بزنم که خطرناک نباشه. من واقعا خوام میاد چند دقیقه چشمام ببندم یه ذره جون بگیرم. متینا به قربون تو چشات بگردم، کنم قصد چی شد یه 2 سالی بر نگردم. یه روزی اگه تو فال نباشی میگردم دنیا، بگو فقط کجاشی. بشین پشت همین میز دوتایی، بشین تا مفدات بشوم الهی، میرسیم به مقصد، بریم خونه رو تحویل بگیریم و آغاز برنامه های ما شروع میشه. تمیزی به نظر میاد. تابلوی که همین اول در ورودیه نشونتون بدم که نوشته که اینترنت داره اینجا. اینجا آشپزخونه شه. اینجا چی داره؟ دستگاه توست و کتری برقی و یه وسیله وسیله آشپزخونه دیگه. اینم یه یخچال کوچیکه. سایز ظروف هم اینجاست و به به گلم برامون گذاشتن رو میز و شمع روشن کردن. یه تراس باحال هم اینجا داره با 3 تا صندلی. چه آرامشی. ما
اینجا هم اتاق خوابشه، کمد لباسه، یه دونه هم وان داره و نم دوش و ولایی که اینجا گذاشتن. و خب بریم که یه برنامه ریزی بکنیم برای بیرون رفتن. اینا هم که میبینید درختای انگور یا همون تاکستان اینجا که خیلی مرتب و منظم توی یه ردیف کاشته شدن به وسیله این پایه‌های فلزی تو زمین ثابت شده. تابستونا اینجا سرسبز سرسبز میشه. ایالت بادن ووتنبرگ آلمان هستش که به شرابش و انگورش خیلی خیلی معروفه. هر جاش بریم همین. اومدیم به شهر مزبورگ، یه شهر کنار بودنزی. دیگه نگم براتون حال هواش، صدای پرنده ها رو که میشنوین. اینجا هم یه آسیاب آبی خیلی خیلی قدیمیه. من راستیتش خودم تا حالا آسیاب آبی ندیده بودم از نزدیک. چرا توی کارتونا دیده بودم. خیلی خیلی جالبه. اون آب از اونجا ظاهراً وارد می‌شده. میمده از طریق این کانال میرخته روی این پره‌ها و ناسیاب رو به حرکت داریم. سر چطوره اینجا؟ خیلی باحاله. خیلی قشنگه نه؟ آدم یاد کارتونا میفته. آها این همونه که از اون بالا داشتم فیلم میگرفتم. آسیاب وای چقدر جالبه. اتفاقه پولی که روش بودی یه بگی؟ میدونستم اینجوریه نمیرفتم. ولی واقعا این آسیابه خیلی چیز جالبیه. بعد جالبش اینه که کنارش خونه است و این خونه هنوز توش آدم ها زندگی میکنن. حالا چی جوری به این دره دسترسی دارن و میرن تا این دره؟ شاید هم بالکنشون رو نمیدونن. دوستان عزیز رسیدیم به دریا. حالا شاید براتون سوال باشه که چه دریاییه که اونورش دوباره خشکیه. آره این یه دریاییه که بین دو تا کشور، یعنی در حقیقت سه تا کشور، سوئیس و اتریش و آلمان قرار داره. الان اونور این دریا کشور سوئیسه. یعنی ما الان یه ذره لنزمون زوم بکنیم اون طرف میتونیم سوئیس رو ببینیم به همین راحتی. همین الان هم روی گوشی من برام اسمس اومد که به سوئیس خوش اومدین. میخواد سهر یه چیزی به اون نشون بده. چی پیدا کردی؟ خب ما الان اینجا هستیم نزدیک این هتله. فردا باید این مسیر رو بریم به سمت این کشتیه. پس سواره این کشتی بشیم بریم به سمت کنستان. سلام، امروز روز دومه که ما اینجا هستیم. من صبح یه خورده زودتر بلند شدم صابونه درست کنم. بریم صابونه مشتی درست کنیم بزنیم بر بدن بریم بیرون. Thank you.
میز. خب میز آماده شد، سهرم بیدار شد، بریم ببینیم چیکار میکنه. صداش کنیم بیاد. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. خوبی؟ مرسی عزیزم. بریم سونا آماده کردن. بریم. چیکار کردی؟ یعنی تو متوجه نشدی بوش خونه رو برداشته. بوش میاد ولی؟ او سوختن. چه میزی؟ فش میکنم. بفرمین. به چه هوا عالی. آفتاب امروز آفتاب بوده. آره، برعکس دیروز که هوا خیلی برد بود. مرسی ازم. پرنده راحت میتونه پر خودش بره اون و ما باید سوار این کشتی که اونجا هست بشیم. با ماشین میریم تو اون کشتی، بعد میریم یه مسیر تقریبا یه ربع رو طی میکنیم که برسیم به اون طرف آب، شهر کنستانز. ما رسیدیم، بریم. به شهر شهید پرور کنستانز خوش آمدیم. نه، اینجا نمیشه. شما اینجا مجسمه امپریاد، یکی از نمادهای شهر کنستانز رو میبینید که روی یکی از دستاش اسخف نشسته، روی اون یکی دستش پادشاه این شهره و حدود 9 متر طول داره و 15 تن وزنشه و به نظر من خیلی هم زیباست، نماد یک زنه، خیلی هم خوب تراشیدنش، خدایی. این دست سازندش در نکنه، خیلی خوب تراشیدتش. این برم خب خود هافنه. کلن آدم های باحالی بودن، من خوشم اومد ازشون، مهمون نواز بودن، هرچی آدرس پرسیدیم همه با کمال میل جواب دادن. یکیشون فقط نزدیک بود زنگ بزنه پلیس بیان ما رو ببرن، ولی بقیهشون علتش چی بود؟ بخاطر که اونجا ما اصلا اجازه نداشتیم با ماشین بریم، با ماشین رفته بودیم، خب بلد نبودیم دیگه، نمیدونستیم اونجا اجازه نداره. یه رسمی تو بعضی از شهرها هست که کسایی که دوست دختر دوست پسرن یا ازدواج کردن میان اسماشون رو می نویسن، این سری قفل و سفارش میدن با اسمای خودشون، مثلا
میتونیم اینو ببینیم الان نوشته گلوریا با لوکاس 9/3/2017 با هم دیگه این قفل رو اینجا زدن. الان گلوریا دوتا بچه داره، لوکاس هم تو معدن کار میکنه. این هم یکی دیگه لیزا و سوین، اینا طلاق گرفتن متاسفانه، زندگیشون نشد که بشه. نه بستگی به باز و بسته، اینا زندگیشون زنگ زده کلا، اینا اصلا اسمشون هم پاک شده از اینجا، قفلشون هم زنگ زده. یکی هم اینجا فکرم دوچرخش بسته بوده، اصلا کاری بهش خوشه این نداشته. و دیگه اینجوری هست. خب این خانم خوش قد و بالا هم اینجا پشتش کرده به ما، از همه زوایا بتونیم ببینیمش. باسن پادشاه رو میخواییم ببینیم. خب در اینم ادامه اون اشاق، اشاق بیشتر اینجا انگار علاقه داشتن، به پای این مجسمه بیشتر علاقه داشتن که بیان قفلاشون رو ببندن. چقدر آدم های مختلف، هر کدوم از این قفلا برای خودش یه داستان داره و خیلی جالبه که مثلا آدم بدونه که کیا با هم موندن کیا نموندن، چه سنی هستن. حالا چون بعضی از قفلا واقعا قدیمیه و نشون میده حداقل ما رو 20 سال پیشه. بذار ببینم یکی رو پیدا میکنم که خیلی، مثلا این 2015 سال زیاد قدیمی نیست. چی پیدا کردی؟ آره این رازی قفل سال قدیمیه ولی خب تاریخ نداره. 2015. آره اینا چه شبیه همه، اینا رو از یه مغازه خریدن، یارمون گفته دستم خوبه بیاین بخرین میرسین به هم دیگه، همه رو هم فرید بوده. ببین اینا خوشبخت شدن تا الان هم دارن با هم دیگه زندگی میکنن. یعنی قفل زدن که هیچکی نمیتونه اینو بازش کنه. بعد یه نفر اومده زندگی اینا رو خراب کرده، زندگیشو به زندگی اینا قفل کرده. خیلی وحشتناک. اوه این چه جالبه، این عکسشون هم چاپ کردن رو قفل، خیلی قشنگه. اینم طرفدار ماچ تیوی بوده، یه عکس لب زده رو قفلش، تبلیغ کانال ما رو کرده. اینم همینطور عکس روشه، خیلی جالب. اینم ماره همون پادشاه هست که اون بالا بود رو دست این خانوم نشسته و مجسمه، اونم قفلش همینجا زده. این قفلش خیلی قدیمی، کیلش هم فکر کنم همینجا انداخته تو آب، چون معمولا اینجوری رسمش که قفلو که میزنن بعد کلیدو همینجا میندازن تو آب، اون زیر بری میتونی بیه تمام این قفلا رو باز کنی با خودت ببری. خب امیدوارم که لذت برده بوده باشین و حال کرده باشین با این کنستانس گردی امروزمون. تا بعد. خب از اونجایی که میگن هر اومدنی یه رفتنی داره، الان ما هم داریم میریم، داریم برمیگردیم بریم خانه. وسایل رو بستیم و داریم بدرود میگیم. سلام. یه جلوی خورده صدای ماشین میاد، داد نزن. خوبین؟ خب ما بایستادیم یه خستگی در بکنیم، داریم برمیگردیم خونه. امیدوارم که از این فیلم خوشتون اومده باشه، اگر که دوست داشته بوده این ما رو لایک کنین اینجا، اگر که خیلی دوست داشته بودین کامنت بذارین، سابسکرایب بکنین و دیگه خیلی دوستتون دارم. تا
مسافرت بعدی و چالش بعدی. خدافظ.